بابای جیم کرتین درست میگم؟ کریتین امیقا تلفظش مشکل برای من. از ماداگاسکار، از مسیحیانی که بعد مسلمان شدن. اگه اجازه بدید من جیم صدا بزنم شما رو، چون امیقا خامش مشکله. یه سوالی که ماداگاسکار رو حداقل من به عنوان یه دونه انیمیشن به خاطر میارم، یه توضیح بدید ماداگاسکار کجا هست و اینکه اون منطقه جغرافیایی چه ویژگی هایی داره، یعنی مسلمان هم اونجا مسیحی هستن؟ چون فکر می‌کنم اطلاعات خیلی کمی ما نسبت به ماداگاسکار داشته باشیم. سلام علیکم. بالاتر بگیرید. ماداگاسکار جزیره تو اقیانوس هند. در اقیانوس هند؟ بله. اون در جنوب شرق آفریقا. جنوب شرق آفریقا. بله. اون نزدیک کشور موزامبیک، یعنی تقریبا 400 کیلومتری از موزامبیک. 400 کیلومتر از موزامبیک. ما وسط دریا زندگی میکنیم. شما یه تو وسط جزیره زندگی میکنیم. برای جزیره فوق العاده زیبایی هم باید بشه. بس زبانشون چیه؟ ما زبان ما یعنی دو تا زبان استفاده میکنیم، زبان مالاگاسی و دوم زبان فرانسه. آه، یعنی مستعمره فرانسه بوده طبیعتا زبانش فرانسه. اون وقت الان ماداگاسکاری ها بیشتر چه مذهبی دارن؟ ماداگاسکار مسیحی هستند، مسلمان. ماداگاسکار در زمان چیزی زمانی مام جانفر سوادیک اون تو ماداگاسکار چیزی آدم وجود نداشت، هیچ کس نبود، این خالی از سکنه خالی. فقط جزیره خالیه. بعد از چیز بعد از جمع امام جانفر سوادیک چند از عربا و اهل چیز شیرازی ها همون منطقه کشور اومدن، یعنی از طرف امام صادق اومدن اونجا. بله. تا اونجا زندگی کردن و چیزی و رفت اومدی میکنن با چیزی با کشتی میره چیز جزیره عربستان. حدود چیز در سال 1500 یه نفر از فرانسه اومد اسمش دگو گارسیا تو این کشور اومده. وقتی که این وارد کشور ماداگاسکار اومد این کشور به نامه این کشور به نام ماداگاسکار چیزی نام گذاشته. آه، یعنی اون آقای فرانسوی اینجا رو ماداگاسکار نام گذاشته. بله. وقت نشونه ای از این که اون افرادی که از طرف امام صادق اومده بودن تو این جزیره زندگی کردن هنوز نشونه ای بر جا مونده، یعنی هست؟ بله، هنوز نشونه های باستانی یا تاریخی هنوز چیزی هنوز در برای چیز قرآن که امام جعفر صادق نوشته هنوز مونده تو کشور، یعنی با خط امام صادق، خط امام جعفر صادق نوشته شده. ولی متاسفانه که وقتی که چیز فرانسه اونجا اومدن دین اسلام نابود شد، کاملا اسلام رو اونجا تونست. پس الان بیشتر ماداگاسکار پس مسیحی باید بشن. الان تقریبا ماداگاسکار الان تقریبا 90% مردم ماداگاسکار الان مسیحی هستن. مسلمان ها در چه وضعیت قرار دارن؟ مسلمان ها تقریبا 10% ما 24 میلیون هستیم تو ماداگاسکار، یعنی 10% میلیون مسلمان. وقت سنی هستن یا شیعه؟ سنی و شیعه، یعنی قبلا که بیشتر چیز سنی بود، الان که به خاطر حرکت چیز شیعه الان شیعه زیاد شد. یعنی در سال 1981 تو این کشور چیز مذهب شیعه نبود، یعنی بعد از انقلاب اسلام ایران یه نفر به نام آقای گلباجی سفیر ایران بود تو کشور، اومد کارش رو ترک کرد، بین کرد، رفتن به سراغ تبلیغ. چند نفر تقریبا 10 نفر از ماداگاسکار فرستادن. کجا فرستادن؟ تو تانزانیه، همونجا درس دین اسلام رو میخوانن و درسشون تحصیلاتشون تو تانزانی تمام کردن و فرستادن کجا؟ تو ایران. تو ایران درس یاد گرفتن تقریبا 10 سال، بعضی 4 سال، بعضی چیزی هنوز تو ایران درس میخوانن، همونا تبلیغ میکنن و اونا برای ما تبلیغ میکنن. بهتره اینکه دین اسلام چیه تو ماداگاسکار کم زیاد شده. پس به خاطر فعالیت های ایشون بوده که یه مقدار در ماداگاسکار بعد از اون سال شیعه پا گرفت و شروع کرد به رشد کردن. بله. اون وقت خود شما قبلش این سال بپرسن ماداگاسکار بیشتر شغلشون چیه؟ ماداگاسکار یعنی بیشتر از ماداگاسکار کشاورزیه. چیزی سنگ گران بانک اونجا هست و اونا چیزی صادرات میکنن. و
مثلا این کشور ثروتمندی هستند یا؟ این ماداگاسکار یکم ثروتی داره، تمام چیزی که در جهان وجود داره اونا تو ماداگاسکار پیدا میشه. مثلا در باره درخت صحبت میکنیم، یعنی 124 میلیون درخت تو ماداگاسکار برای چیز معالجه کردن آدم وجود داره تو ماداگاسکار. و دیگه چیزی در برای ماهی هایی تقریبا 2000 چیز نوع ماهی تو ماداگاسکار وجود داره. 2000 نوع ماهی در و اونا چیزی زندگی میکنیم، اونا چیز صادرات میکنیم، اونا چیزی سید میکنیم و میخوریم و کشاورزی میکنیم. یعنی حدود چیزی 4 سال پیش الان نفت پیدا کردیم. نفت هم بس پیدا کردیم. خب، اون شما در یه خانواده مسیحی به دنیا آمدید. اون عاملی که باعث شد شما ابتدا تغییر مذهب بدید و سنی بشید، یعنی با اسلام اول آشنا بشید، چی بود اونجا؟ با اینکه اکثریت ماداگاسکار فرمودی که مسیحی هستن. یعنی اکثر چیز آدم ماداگاسکار مسیحی هستن. روزی که ببخشید یکم توضیح میدم در برای چیز شخصیت خودم. یعنی پدر و مادرم یکم ثروتی داره در برابر ثروت خدا یکم داره. یعنی ما ببخشید اگه چیزی ما صحبت میکنم، من نمیخوام چیزی ریا بکنم یا تقبل بکنم. ما هر روز چند تا مسکینی غذا بدیم و یک از اونا دیوانه بود. هر روز به فقرا کمک میکردیم، هر روز غذا میپزیم به مسکینا میدیم، به مسیحی ها میدیم، به مسیحی ها. و یک از اونها دیوانه بود، یکیشون دیوانه بود. و اون هر روز میشه من میاد که غذا میگیریم. اونو تحییل کرد، بهش پرسیدم که چرا امروز تحییل کرد. بهش به من گفت که امروز من نمیدونیم. بهش گفتم که نم امروز بوده چیزی روزی پانشابه، امروز اول مایران شده، ما روزه باید بگیریم. شما دیدون تغییر کرده و گفتید که چرا تغییر کرده؟ گفت روح امروز روز اول ماه رمضان. بله، ماه رمضان. و اونا چیزی بیدنه کردم خربشون حرف دیوانه. و بالاخره تو فکرم افتاده که رمضان چیه؟ رمضان چیه؟ رفتم به سراغ چیزی، سراغ یک علما اهل سنت. بهشون پرسیدم که رمضان چیه؟ بهشون به من توضیح داد که در مسلمان با چیزی در برای دینی و سنیه شناختم، ولی در برای سنیه برای من کاری نبودم چون که توش تناقض داره. یعنی بعد شما سنی شدید؟ سنی شدم. یعنی تا نصف اون صحبت هایی که انجام شد سنی شد؟ سنی شدم. ولی هنوز براتون کافی نبود؟ کافی نبود. تو تناقض توش بودید؟ تناقض دارم. چون که تو دین سنی مثلا که مثلا شما میریم، مثلا ما میریم تو مشهد، یه نفر از مکه زمین مزیم در مذهب سنی میگن که اگه کسی برای دوستانش یا برادرش قضا میپزه میتونه را خداوند چیزی پیدا بکنه. ولی تو انجیل نوشته در برای موسی علیه السلام هیچ وقت ما را پیدا نمی‌کنی. خداوند میگه به موسی علیه السلام، یعنی لا ترانی موسی ابدا سبحان الله ولا نشی. این بورس چیزی تو زینب افتاده و گفتگو کردم. یه نفر از این که چیزی سفیر ایران بنده بود که فرستادم تو ایران، اون اومده بود مدرسه تبلیغ کرد. رفتم پیشش که بهش پرسیدم که اینطوری که در برای تنقص که ما میتونیم خداوند را پیدا کنیم و یا میتونیم ببینیم، ولی تو قرآن نوشته، تو انجیل نوشته ما نمیتونیم خداوند ببینیم. برای من توضیح بده. بهشون به من توضیح بده که ما اصلا نمیتونیم خداوند را نمیتونیم ببینیم. بهتر اینکه اون برای من توضیح داد که دینش اینطوری. یک سال بعد از این چیزی تحقیق کردم، یعنی رفتم سراغ یه شیر شدم. پس سر تأثیر صحبت های ایشون شما شیر شدید. بله. بعد اومدید ایران یا طول کشید؟ چند سال طول کشید اومدنتون به ایران؟ یعنی تقریبا سه سال قبل از بعد از مسلمان شدم، یعنی ما را فرستادن تو ایران که درس باید بخونم. دو سال تو اونجا بودید اومدید ایران. بله. الان ایران چه درسی میخونید؟ الان درس حاضری میخونم. تو چه مقطعی؟ الان که چیزی کارشناسی هستم. کارشناسی هست. الان خانواده تو هنوز در ماداگاسکار مسیحی هستن؟ بیشتر از خانواده من مسیحی هستن. یعنی یه نفر که چیزی تقریبا سه ماه شد که چیزی مسلمان شد.
یه نفر پس سر باشه. اون وقت موقعی که شما حالا اول سنی بودید یا بعد شیعه شدید اظهار اسلام کردید اتفاقی نیفتاد؟ مثلا درگیری هیچ نکته‌ای نبود؟ یعنی خانواده‌تون خیلی راحت باش برخورد کردن؟ تو که مادرگاسکر یعنی مثلا شما مسلمان هستی یه نفر مسیح هستی هیچ اختلافی با هم دیگه نداره؟ اختلافی نداشت. مادرگاسکر تو خیلی اهل آرامش و معروم صلح و صفا هست. تجربتون تو ایران چطور بود؟ یعنی چند سال در ایران هستی؟ من تقریبا 3 سال تو ایران هستم. 3 سال فارسی هم خوب یاد گرفتید در اصلا؟ بعدا تو خوب صحبت بکنید. یعنی سعی کردم که یعنی مدرسه المهدی یعنی میکن چیزی کشماتی جمعیت مصطفی یعنی قبل قبل از که ما میریم خوز علمی فارسیت بگیریم امونا چیزی یک سالونی که فارسیت بگیریم و این بشکل اعتباری ولی برای ما مفید چیزی فایده داره اونا بیشمی که تعدید کرد ولی تعدید برای چیزی برای که زینمون را فعال بشه بعد چیزی بعد وادا میگم که ما چیزی تعدیده ولی به نظر تعدید نیست این تشویقه باید یاد بگیر باید اینکه فارسیت گرفتیم الحمدلله که خداوند به ما توفیق داده که فارسیت گرفتم یکم چیزی فارسی صحبت میتونم صحبت کنم. بعد شما ازدواج هم کردیم؟ ولی الحمدلله ازدواج کردم. تو ایران ازدواج کردم. ایران ازدواج کردم. همسرتون ایرانی هستن یا؟ نه هفت کشورم مادگاسکری هستن. فرزند هم خداوند شما یک پسری داریم اسمش محمد رضا تقریبا محمد رضا هفت ماه شد خدا حفظش کنه ان شاء الله. برنامه‌تون برای آینده چی؟ یعنی حالا بعد اینکه درستون اینجا تموم کردین قصدتون که برگردین مادگاسکار و تبلیغ رو ادامه بدید که می‌خواید اینجا بمونید یا برنامه دیگه ای دارید؟ یعنی وظیفه ما موندن تو ایران نیست. وظیفه ما برای چیزی باید کار امام حسین را یا کار امام زمان را ادامه بدیم کار پیامبر را باید ادامه بدیم کربلا را باید ادامه بدیم نه یه ادامه بدیم ادامه یعنی راه کارشون را ادامه بدیم یعنی باید تبلیغ کنیم باید اسلام را پخش کنیم نه اینکه اسلام را حفاظت فقط نگه داریم باید با چیزی با مردم که مسیح هستن یا کافر هستن یا بت پرست هستن باید به اونا نشون بدیم که دین اسلام اینطوریه دین اسلام حقیقتش اینطوریه. پس قصد داری برگردیم به مادگاسکر؟ باید برگردم مادگاسکر اینجا تبدیل رو ادامه در حال حاضر الان هیچ مؤسسه یا NGO ای رو در حال حاضر الان در مادگاسکر مجمعی یا مؤسسه وجود داره که این کار تبلیغ رو انجام بده؟ متاسفانه هنوز مؤسسه اینا داریم برای تبلیغ. مثلا ما چیزی در برای علم برقی یاد گرفتم ما مهندس برق هستم به خاطر اینکه دین اسلام یعنی تصمیم گرفتم که به مدرسه کوچولو چیزی ساختم تو مادگاسکر هنوز که چیزی در خصوصیت برقی در برای برقی یاد میگه چیزی تدریس میکنم الان تصمیم میگیرم که باید عوض بکنم چیزی تدریس دین اسلام دینی انجام بده. نکته ای که هست اینه که الان کتاب های اسلامی رو به زبان خودمون مادگاسکار یا فرانسه وارد مادگاسکار شده، یعنی قرآن رو شما اونجا دارید به زبان خودتون نهج بلاغه یا صحیفه یا کتاب های سایر کتاب اسلامی؟ الان در برای چیزی کتاب که دین اسلام تو مادگاسکار الان کامیابه، یعنی حتی قرآن هم نیست؟ قرآن هست ولی کامل. مثلا یک چیزی یک نمازخونه یا یک مسجد حتی اکثر ده تا قرآن توشه. یعنی توی یک مسجد فقط 100 تا قرآن؟ یک مسجد ده تا فقط 10 تا قرآن. یه مسجد ممکن 10 تا قرآن. در دسترس همه نیست. خیلی محدوده. اون وقت خود شما سعی نکردید مثلا کار ترجمه اینا انجام ندید؟ بتونید ترجمه رو قرآن ترجمه کردیم به زبان خودمون. خود شما؟ نه دوستانتون. با هم ترجمه کردیم. اونا چاپش کردیم تو پاکستان چاپش کردیم چون که ما با چیزی با پاکستان کم ارتباط داشتیم بهتره که تو پاکستان این قرآن را چاپ کردیم. خب الان برای نهج البلاغه یا صحیفه سایر کتب برنامه‌ریزی نکردید؟ خلاص چیزی درست نشده و نهج البلاغه که تو مادگاسکر که پاک کم پیدا ہے انشاءاللہ وقتی که برمیگردم نهج البلاغه چیزا را میخرم و با هم راه خودمون میتونیم میرم که کشور انشاءاللہ.
توی مادغاسکار وهابی ها تبلیغاتی دارن یا نه؟ بله، وهابی ها تو مادغاسکار هستن. پس اونها نفوذ کردن، چه تبلیغی میکنن؟ یعنی ما تو فیسبوک، ما کار میکنم در برای تبلیغات چیز دینشیه و آنها تو چیز تو فیسبوک یعنی با هم تبلیغ میکنیم، ولی تبلیغشون چیز واقعا ضعیفه. من در برای دین اسلام یک سال خواندم، ولی به نظر من چیز تبلیغ و خبیه فقط مالیت نه، چیزی نه فکر نه علم، علم نداره. چیزی بیشتر از مردم مادغاسکار که وهابی هستن یا سنی هستن، یعنی علم چیزی علم زیادی نداره، علم و دانش خیلی ندارن، فقط الان تحت از تبلیغات قرار گرفتن. خب، یعنی پس طبیعتاً بهترین راه مقابلش اینه که همین کتاب‌ها و این علم و دانش اونجا منتقل بشه تا بتونه جلوی اونا رو بگیره. بله، میتونیم جلوی بشه بگیریم. درست. فکر می‌کنید درستون اونجا تا چند سال دیگه طول بکشه؟ یعنی فرصت زیادی ندارم تو ایران. الان که 3 سال تمام کردم و میام 5 سال یعنی حدود 5 سال 6 سال بمونم تو ایران برمیگردم کشور. الان قم زندگی می‌کنی؟ من الان تو قم زندگی می‌کنم. دارید که تو خود نه یک چیزی یک خونه از طرف جامعه مصطفی در اختیار تو زندگی راحته براتون، یعنی مشکل خاصی که نداری؟ نه ما مشکل خاصی نداریم تو کم، فقط که فرصت زیادی نداریم برای مطالعه و چیزا. درست. خب من اگه اجازه بدید میخوام از بینندگانی که اینجا هستن بخوام که اگه سوالی دارن از شما بپرسن و شما بهشون پاسخ بدید. باشه، مشکل نیست اگه میتونم چیزی جواب بدم. انشاءالله جواب بدم. اگه دوستان سوالی دارن از ایشون. قبل از این مثلا آدمیزاد توی مادغاسکار نبود، درسته؟ خب، یعنی که این کسایی که اول توی مادغاسکار بودن همه‌شون شیعه بودن، درسته؟ به نظر من که از طرف امام جعفر صادقی فکر می‌کنم شیعه بودن. تا کی؟ حدود 200 سال پیش. 200 سال پیش یا 200 سال بعد؟ 200 سال پیش، قبل چیزی بعد از که وارد شد تو مدن. 200 سال بعد. 200 سال بعد. 200 سال بعد از چه؟ بعد از ایشون وارد تو مدن است. درست. من سوال. چون تو مدن است که آدم نبود. قبلا آدم نبود. درسته. از این کشور مثل کنگو را حتی ما داشتیم فکر کنم 100 سال 80 سال پیش 90% شیعه مسلمان بودن، بعد از همشون 90% مسیحی شدن. توی آفریقا غیر از مادغاسکار و کنگو یه همچین کشور دیگه هم هست؟ نه، من نمیدونم در برای افریقا زیاد علم ندارم. خانوادتون گفتیم پولدار بودن، پدرتون چیکاره بوده؟ پدرم درجه دارن از چیز از ارتشه، یعنی جنرال. پدرم جنرال درجه دار ارتشه. گفتیم خودتون این مؤسسه زدیم که مادغاسکار بر بحث بعد مهندسی بعد اونجا هم از این طریق هم تبلیغ میکنیم؟
تبلیغ هم میکنید از همین طریق؟ از طریق مؤسساتون هم تبلیغ تشیع میکنید؟ میتونستم تبلیغ به اول تبلیغ کنم. کردی؟ تا حالا؟ نه هنوز نکردم. هنوز نه. ولی میتونستم چون که نه تنها که چیزی برای دو مدرسه میتونیم تبلیغ بکنم، نه تنها میتونیم تبلیغ بکنیم به طریق چیزی، به طریق رفتار و به طریق چیزی عملیات رو میتونیم تبلیغ بکنیم، چون که یعنی کامل اسلام میکنه به اخلاق رسول و مال الهدی که وصف نهاده، یعنی دین اسلام را زنده شد به چیزی به اخلاق نبی صلی الله علیه وسلم. الان شیعه شدی؟ خب قبلا مسیحی بودی، موروثی، بعدش هم سنی شده بودی. حالا که شیعه شدی بیشتر نسبت به گذشتتون هم مطلع هستین، به نظرتون اون موقعی که مسیحی بودید رو چطوری میبینید؟ الان که شیعه شدید تصویری که از اون موقعی که مسیحی بودید چیه؟ اون تصویری که از گذشته دارید چجوری بودی به نظرتون؟ الان که چیزی تو ذهنم نمیمونه. درسته، دستشون درد نکنه. یا سوال دیگه نیست؟ سوال دیگه نیست؟ اگه شما نکته‌ای دارید به عنوان حسن ختام صحبتاتون، مطلبی هست دوست دارید که ما در بیان بذارید، یا خاطره‌ای دارید که از دورانی که تبلیغ می‌کردید یا در مادغاسکار بودید چیه شده بودید، خاطره‌ای دارید دوست دارید برای ما تعریف بکنید، خوشحال میشیم که بدونید. خواهش می‌کنم. یه خاطری اگه تو دوران تبلیغتون باش برکن، موقعی که شیعه شدین خاطری اگه دارید. نه نه، اگه قبلا دوش دارید نه. اگه مثلا یه نکته آخر یه توصیه دارید برای بقیه. یعنی در برای توصیه، من نمیتونم چیزی با شما توصیه میدونم. توصیه بگم. ولی به شما چیزی یعنی نشون میدم که یا به شما تذکر میکنم که یا تذکر میدم که زندگیمون مثل ما که چیزی مثلا یه نفر یا چند نفری بسفر قطر میشن، مثلا از تهران میرن مشهد، مثلا ما نمیتونیم خونه بزرگ بسازیم، مثلا از مشهد نمیتونیم تو کجا استیگاه قطر، ما نمیتونیم چیزی اون تو استیگاه تقریبا 20 دقیقه یا 30 دقیقه ما نمیتونیم خونه بزرگ بسازیم، چه چیزی را باید پیدا میکنیم؟ همون موقع که پیدا میکنیم غذا پیدا میکنیم که میتونیم برسیم تو مقصدمون، همون چیز کار بکنیم. ما تو دنیا هستیم یعنی که غذا یعنی برای چی؟ برای برسیدن به مقصدمون تو که چیزی تو کب و اونا را پیدا بکنیم، یعنی در برای خداوند را جستجو بکنیم، در برای اهل بیت نبی را جستجو بکنیم، یعنی عبادت را باید چیزی محکم بکنیم، چیزی محکم بکنیم. فقط همین چیزی تذکر میکنم. نمیتونم به شما توصیه بدم چون که سخت اگه شما توصیه بدم من هنوز که یک سال درس کنم، یعنی این هم چیزی مثل سر سوزانه، خیلی خیلی کوچیکه. ممنونم از شما، من خیلی خوشحال شدم با شما آشنا شدم و امیدوارم که باز هم فرصتی باشه که راجع به این مسائل با هم دیگه گفتگو بکنیم. از شما خیلی متشکرم که فرصت گذاشتید و به ما توجه کردید. ممنونم.